سوره اسرا جزء 15 بسم الله الرحمن الرحیم پاک و منزه است کسی که بنده اش را شبی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را برکت داد این برد تا برخی از آیات خود را به او بنمایانیم بیگمان اوست که شنوای بیناست و ما به موسی کتاب دادیم و آن را مایه هدایت برای بنی اسرائیل گرداندیم و فرمودیم که جز من کار سازی ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم به راستی او بنده ای شکر گذار بود و ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات وحی کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی و تقیان بزرگی خواهید نمود پس هنگامی که وعده نخستین آن دوبار فرارسد گروهی از بندگان بسیار نیرومند خود را بر شما برانگیزیم پس برای قتل و کشتار درون خانه ها را جستجو کنند و این وعده شدنی و قطعی است آنگاه شما را بر آنها چیره گردانیم و شما را با اموال و فرزندان یاریتان کنیم و تعداد نفرات شما را بیشتر از دشمن گردانیم اگر نیکی کنید به خودتان نیکی کرده اید و اگر بدی کنید باز به خود کرده اید پس هنگامی که وعده دیگر فرا رسد چنان دشمنان بر شما مسلط هستند که آثار غم و اندوه در چهره هایتان ظاهر می شود و به مسجد درآیند همان گونه که در مرتبه اول وارد شدند و آنچه را زیر سلطه خود یابند یک سر نابود گردانند امید است که پروردگارتان به شما رحم فرماید و اگر برگردید ما هم باز میگردیم و جهنم را برای کافران زندان قرار داده بیشک این قرآن به راهی که آن استوارترین راه هاست هدایت می کند. و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام میدهند بشارت میدهد که برای آنها پاداش بزرگی است و این که برای کسانی که به آخرت ایمان ندارند عذاب دردناکی را آماده کرده ایم و انسان بدیها را می طلبد آن ها را طلب می کند و انسان همیشه عجول است و ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم پس نشانی شب را محو کردیم و نشانی روز را روشنی بخش ساختیم تا در پرتو آن از پروردگارتان فضل و روزی بجویید و تا شمارش سالها و حساب را بدانید و هر چیز را به تفصیل بیان کرده ایم. و هر انسانی اعمال خیر و شرش را در گردنش آویخته ایم و روز قیامت کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را سرگشوده می بیند و به او می فرماییم کتابت را بخوان کافی است که امروز خود حساب خیش باشی کسی که هدایت یابد برای خود هدایت یافته است و کسی که گمراه گردد فقط به زیان خود گمراه شده است و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و ما هرگز عذاب نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری بفرستیم و هنگامی که بخواهیم دیاری را نابود کنیم به مطرفین آنجا فرمان اطاعت می دهیم پس چون در آنجا به فسق و فساد برخواستند آنگاه بعدی عذاب بر آنها محقق می گردد پس آنها را به کلی نابود گردانیم و چه بسیار نسلها را که بعد از نوح زندگی می کردند هلاک کردیم و کافی است که پروردگارت نسبت به گناهان بندگانش دانای بیناست هر کس که دنیای زود گذر را بخواهد در آن دنیا برای هر که بخواهیم همان اندازه که بخواهیم زود خواهیم داد سپس جهنم را برای او قرار خواهیم داد که نگوهیده مردود در آتش سوزان آن درآید و کسی که سرای آخرت را بخواهد و برای آن سعی و تلاش خود را بکند در حالی که مؤمن باشد پس اینان سعیشان مشکور است هر یک از اینان و آنان از عطای پروردگارت کمک می دهیم و عطای پروردگارت هرگز از کسی باز داشته شده نیست بنگر چگونه بعضی را بر بعضی دیگر برتری داده ایم و یقینا درجات آخرت و برتریهایش از این هم بیشتر است هرگز معبود دیگری را با الله شریک قرار مده که آنگاه نکوهیده خار خواهی نشست و پروردگارت چنین مقرر داشته است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند حتی به آنها کلمه اف نگو و بر سر آنها فریاد نزن و با نیکی و بزرگوارانه با آنها سخن بگو و از روی مهربانی بال فروتنی برای آنها فرود آور و بگو پروردگارا به آنان رحمت آور همان گونه که مرا در کودکی پرورش دادند پروردگار شما به آنچه در دلهایتان است آگاه تر است اگر صالح باشید بیگمان او برای توب کنندگان آمرزنده است و حق خیشاوندان را بپرداز و همچنین حق مسکین و در راه مانده را بپرداز و هرگز اسراف نکن به راستی که تبزیر کنندگان برادران شیاطین هستند و شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است و هرگاه امیدوار رحمت و گشایش پروردگارت باشی از آنان اعراض کنی پس با گفتاری نرم با آنان سخن بگو و هرگز دستت را به گردن خودت نبند و ترک انفاق من ما و بیش از حد آن را مگوشا آنگاه سرزنش شده درمانده بنشینی یقینا پروردگارت روزی را برای هر کس که بخواهد گشاده و یا تنگ می دارد بیگمان او به بندگانش دانای بیناست و فرزندانتان از ترس تنگ دستی نکشید ما آنها و شما را روزی می دهیم به راستی کشتن آنها گناه بزرگی است و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی است و جانی که خداوند حرام شمرده جز به حق نکشید و کسی که مظلوم کشته شود برای ولیش قدرتی قرار داده این پس در کشتن اصراف نکند بیگمان او مورد حمایت است و به مال یتیم نزدیک نشوید جز به روشی که آن بهتر است تا آنکه به حد بلوغ و رشدش برسد و به عهد خیش وفا کنید بیگمان از عهد سؤال می شود و هنگامی که پیمانه می کنید پیمانه را کامل و تمام دهید و با ترازوی درست وزن کنید این برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن بدون شک گوش و چشم و دل هر یک از اینها از آن باز خواست خواهند شد و در روی زمین با تکبر راه مرو بی گمان تو نمی توانی زمین را به شکافی و هرگز در بلندی و قامت به کوه ها نمی رسی. همه این کارهای ذکر شده بدی و گناه آن نزد پروردگارت ناپسند است این احکام از آن حکمتی است که پروردگارت به تو وحی فرستاده و هرگز معبودی را با خدا قرار نده که نکوهیده مطرود در جهنم افکنده می شوی. آیا پروردگارتان برای شما پسران برگزید و خودش از فرشتگان دختران را برگزیده است؟ بیگمان شما سخن بزرگ می گویید. به راستی ما در این قرآن سخنان گوناگون آوردیم تا متذکر شوند ولی جز به رمیدنشان نمی افزاید ای پیامبر بگو اگر آنچنان که آنها میگویند با او معبودانی بود در این صورت معبودان سعی می کردند راهی به سوی خداوند صاحب عرش پیدا کنند او منزه و پاک است و از آنچه آنها میگویند بسی برتر است آسمان های هفت گانه و زمین و هر کس که در آنهاست همه تسبیح او میگویند و هیچ چیز نیست مگر آنکه به ستایش او تسبیح میگوید ولی کن شما تسبیح آنها را در نمی بیگمان بی او برد بار آمرزنده است و ای پیامبر هنگامی که قرآن بخوانی میان تو و میان کسانی که به آخرت ایمان نمیآورند، پرده ای پوشیده قرار می دهیم و بر دلهایشان پوشش قرار می دهیم تا آن را در نیابند و در گوش سنگینی و چون پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد کنی آنها با نفرت پشت می کنند و چون به تو گوش فرا می دهند ما داناتریم به چه منظور به آن گوش فرا می دهند و نیز هنگامی که آنان نجوا می کنند آنگاه که ستمگران میگویند شما جز از مردی که جادو شده پیروی نمی کنید بنگر چگونه برای تو مسل ها زدند پس گمراه شدند لذا نمی توانند راهی به سوی حق بیابند و کافران گفتند آیا هنگامی که ما استخوانهایی پوسیده و پراکنده ای شدیم آیا دیگر بار با آفرینش تازه ای برانگیخته خواهیم شد بگو سنگ باشید یا آهن یا هر مخلوقی که در خاطرتان بزرگ می نماید باز هم خداوند قادر است شما را دوباره زنده کند پس خواهند گفت چه کسی ما را باز می گرداند؟ بگو همان کسی که نخستین بار شما را آفرید پس آنان سرهایشان را از روی تردید به تو می و می گویند آن چه زمانی خواهد بود بگو شاید که نزدیک باشد روزی که خداوند شما را از قبرهایتان فرا میخواند پس شما هم سپاس گویان دعوت او را اجابت می کنید و می پندارید جز مدت کوتاهی در دنیا درنگ نکرده اید و به بندگانم بگو با یک دیگر سخنی بگویند که آن بهترین باشد بیگمان شیطان میان آنها فتنه و فساد می کند به که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است و پروردگار شما به حال شما داناتر است اگر بخواهد بر شما رحمت می آورد یا اگر بخواهد عذابتان می کند و ای پیامبر ما تو را بر آنها نگهبان نفرستاده ایم. پروردگار تو به حال هر کسی که در آسمان ها و زمین است داناتر است و به راستی ما بعضی پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم و به داوود زبور عطا کردیم ای پیامبر بگو کسانی را که به جای او معبود خود میپندارید بخوانید پس آنها نمی توانند بلا و مشکلی را از شما دور سازند و نه تغییر دهند کسانی را که کافران آنان را میخوانند خودشان به سوی پروردگارشان وسیله تقرب می جویند که کدام یک از آنها نزدیکترند ترند و به رحمت او امیدوارند و از عذابش میترسند. ترسند بیگمان عذاب پروردگارت هموار ترسناک است و هیچ آبادی و قریه ای نیست مگر اینکه پیش از فرا رسیدن روز قیامت ما آنان را هلاک خواهیم کرد یا به عذاب شدیدی عذابشان می کنیم این در کتاب ثبت است و هیچ چیز ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آن را تکذیب کردند و به قوم سمود ماد شطر که معجزه ای روشنگر بود دادیم پس آنها به آن ستم کردند و آن را کشتند و ما معجزات را جز برای ترسانیدن نمیفرستیم و ای پیام بر به یاد آور هنگامی را که به تو گفتیم بیشک پروردگارت به مردم احاطه دارد و رویایی را که به تو نشان دادیم و همچنین درخت ملعون در قرآن چیزی جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم ما آنها را می ترسانیم. پس این ترسانیدن جز سرکشی بزرگ چیزی بر آنها نمی افضاید. و به یاد آور چون به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید پس سجده کردند جز ابلیس که گفت آیا برای کسی سجده کنم که او را از گل آفریده ای؟ سپس گفت به من خبر بده این کسی را که بر من برتری داده ای به چه دلیل بوده است اگر مرا تا روز قیامت مهلت دهی فرزندانش را جز اده کمی ریشکن خواهم کرد خداوند فرمود برو پس هرکس از آنان از تو پیروی کند بی تردید جهنم کیفر شماست که کیفری کامل است و هرکس از آنان را که می توانی با صدایت برانگیز و با یاری سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و در اموال و فرزندان با آنها شرکت جوی و به آنها وعده بده و شیطان جز فریب به آنها وعده نمی دهد بی گمان تو هرگز بر بندگان من سلطه ای نخواهی داشت و پروردگار تو برای نگهبانی آنها کافی است پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد تا از فضلش بهرمند شوید بیگمان او نسبت به شما مهربان است و هنگامی که در دریا سختی به شما برسد جز او همه کسانی را که میخوانید فراموش کنید پس چون شما را به خشکی نجات دهد روی میگردانید و انسان بسیار ناسپاس است آیا از آنکه شما را به کناری از خشکی فرو برد یا تند بادی از سنگ ریزه بر شما بفرستد ایمن شدید؟ آنگاه برای خود هیچ نگهبان نیابید آیا از آنکه بار دیگر شما را به دریا بازگرداند سپس تند باد کوبنده ای بر شما بفرستد آنگاه شما را به کفرتان غرق کند ایمن شده اید. سپس در برابر ما باز خواست کنند نیابید و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا حمل کردیم و از انواع روزی های پاکیزه به آنها روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که آفرید ایم چنان که باید برتری بخشیدیم به یاد آورید روزی را که هر گروهی را با پیش وایشان پس کسی که نامی اعمالش به دست راستش داده شود پس اینان نامشان را با شادمانی می و به اندازه رشته شکاف هستی خرمایی ستم نمی بینند و اما کسی که در این دنیا از دیدن حق نابینا بوده است پس او در آخرت نیز نابینا و گمراه تر است و ای پیامبر نزدیک بود مشکان تو را با وسوسه های خود از آنچه بر تو وحی کردی این منصرف کنند تا غیر آن را به ما نسبت دهی و آنگاه تو را دوست خود بگیرند و اگر ما تو را ثابت قدم نمی کردیم به راستی نزدیک بود اندکی به آنها تمایل کنی اگر چنین می کردی آنگاه دو چندان عذاب در زندگی دنیا و دو چندان عذاب بعد از مرگ به تو می چشندیم. سپس در برابر ما برای خود یاوری نمی یافتی و نزدیک بود با مکر و توطعه تو را از سرزمین مکه بلغزانند تا تو را از آن بیرون کنند و اگر چنین میکردند آنگاه پس از تو جز مدت کمی باقی نمی مندند. این روش و سنت ما در باری پیام است که پیش از تو فرستادیم و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت نماز را از زوال آفتاب تا تاریکی شب بر پادار و نیز قرآن فجر را بیگمان در هنگام قرآن خواندن در نماز فجر فرشتگان حاضر آیند و پاسی از شب را از خواب برخیز و با آن قرآن نماز بخوان که برای تو افزون بر دیگران است امید است پروردگارت تو را به مقامی پسندیده برانگیزد و بگو پروردگارا مرا به در آوردنی راست به مدینه درآور و به بیرون آوردنی راست مرا از مکه بیرون آور و از سوی خود حجتی یاری کننده برایم قرار بده و بگو حق آمد و باطل نابود شد بیگمان باطل نابود شدنی است و از قرآن را که شفا و رحمت برای مؤمنان است نازل می کنیم و ستمکاران را جز زیان نمی افزاید و هنگامی که بر انسان نعمت بخشیم از حق روی بگرداند و متکبران پهلویش را دور کند و هنگامی که کمترین بدی به او برسد ناامید گردد ای پیامبر بگو هرکس به روش خود عمل می کند پس پروردگارتان به کسی که او هدایت یافته تر است داناتر است و ای پیامبر از تو در روح سوال می کنند به گروه از فرمان پروردگار من است و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است و اگر بخواهیم آنچرا که به تو وحی کرده ایم از سین اتمی بریم آنگاه در برابر ما برای خود هیچ کار سازی نخواهی یافت لیکن باقی ماندنش به سبب رحمتی از جانب پروردگارت است بدون شک فضل او بر تو بزرگ است ای پیامبر بر بگو اگر انس و همگی گردایند بر آنکه همانند این قرآن را بیاورند هرگز همانند آن را نخواهند آورد هرچند برخی از آنان یاور برخی دیگر باشند و به تحقیق ما در این قرآن برای مردم هر مسئلی را گوناگون بیان کردیم پس بیشتر مردم جز ناسپاسی را قبول نکردند و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه از زمین چشمه ای برای ما جاری کنی یا باقی از نخل و انگور داشته باشی آنگاه نرها در میان آن به خوبی جاری سازی یا آسمان را آنچنان که می پنداری پار پار بر سر ما فرود آوری یا خداوند و فرشتگان را رو به روی ما بیاوری یا اینکه خانه ای و نگار از سیم و زر داشته باشی یا در آسمان بالا روی و هرگز به بالا رفتنت ایمان نمی آوریم مگر آنکه کتابی بر ما نازل کنی که آن را بخوانیم بگو پروردگارم منزه هست آیا من جز بشری فرستاده شده هستم و مردم را هیچ چیز باز نداشت از آنکه ایمان آوردند هنگامی که هدایت به سوی آنان آمد مگر اینکه گفتند آیا خداوند بشری را به عنوان پیام فرستاده است؟ ای پیام بر بگو اگر در زمین فرشتگانی بودند که با آرامش راه می رفتند مسلما از آسمان فرشت ای را به عنوان پیام بر آنها نازل می کردیم ای پیام بر بگو همین کافی است که خداوند میان من و شما گواه باشد بیگمان او نسبت به بندگانش دانای بیناست و هر کسی را که خدا هدایت کند پس او هدایت یافته واقعی است و هر کسی را که گمراه سازد پس جز خدا سرپرستان و دوستانی برای او نخواهی یافت و روز قیامت آنان را بر چهره هایشان نابینا و گنگ و کر محشور می کنیم. جایگاهشان جهنم است هرگاه آتش آن فرو نشیند بر آنان شعله ای سوزان می افزاییم. این کیفر آنهاست به خاطر اینکه به آیات ما کافر شدند و گفتند آیا هنگامی که ما استخانهایی پوسیده و پراکنده ای شدیم آیا دیگر بار با آفرینش تازه ای برانگیخته خواهیم شد؟ آیا نمیدانند که خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده قادر است که مانند آنها را بیافریند؟ و برای آنان سرآمدی مقرر کرده که شکی در آن نیست سپس ستمکاران جز ناسپاسی را قبول نکردند ای پیامبر بگو اگر شما مالک گنجینه های بخشش و رحمت پروردگار من بودید آنگاه از ترس فقر و تنگ دستی از انفاق خودداری می کردید و انسان بسیار بخیل است و به راستی ما به موسا نه معجزه روشن دادیم پس ای پیامبر از بنی اسرائیل به پرس آن زمان که موسا به سوی آنان آمد فرعون به او گفت ای موسا گمان می کنم تو سهر شده ای موسا گفت تو قطعا می دانی که این معجزه ها را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای روشنگری نفرستاده است و من ای فرعون یقینا تو را هلاک شده می پندارم. پس فرعون تصمیم گرفت که آنان را از آن سرزمین بیرون کند پس ما او و همه کسانی را که با او بودند غرق کردیم و بعد از هلاکت او به بنی اسرائیل گفتیم در این سرزمین ساکن شوید پس هنگامی که وعده آخرت فرارسد همه شما دست جمعی خواهیم آورد و ما این قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد و تو را ای پیامبر جز بشارت دهنده و هشدار دهنده نفرستادی و قرآنی که آیات و سوره هایش را جدا ساختیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و آن را تدریج نازل کردیم ای پیامبر بگو خواه به آن ایمان آورید یا ایمان نیاورید بیگمان کسانی که پیش از آن به آنها دانش داده شده هنگامی که آیات قرآن بر آنها خوانده می شود سجد کنان به رو در می افتند. و می گویند منزه است پروردگار ما که یقینا بعدهایش انجام شده نیست و آنها گریه کنان به رو در می افتند و تلاوت این قرآن بر فروتنیشان می افزاید بگو الله را بخوانید یا رحمان را بخوانید هر کدام را بخوانید پس فرقی ندارد برای او نام های نیکوست و نمازت را نزیاد بلند بخوان و نه آن را خیلی آهسته بخوان و میان آن دو راهی برگزین و بگو ستایش برای خداوند است که فرزندی برای خود برنگزید و او را در فرمان روایی هیچ شریکی نیست و به خاطر ناتوانی سرپرستی برای او نیست و او را به شایستگی بزرگ به شمار سوره کهف جزء پانزده بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان حمد و سپاس مخصوص خدایی است که بر بنده اش کتاب قرآن را نازل کرد و هیچ گونه کجی و انحرافی در آن قرار نداد در حالی که ثابت و مستقیم است تابت کاران را از عذاب سخت او بیم دهد و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می دهند مجد دهد که پاداش نیکویی برای آنهاست همان بهشتی که جاودانه در آن خواهند ماند و نیز کسانی که گفتند خداوند فرزندی برای خود برگزیده است بیم دهد نه ایشان به این سخن علم و آگاهی دارند و نه پدرانشان سخن بزرگی از داهانشان بیرون می شود آنان جز دروغ نمیگویند، پس گویی می خواهی در پی ایشان خود را از غم و اندو حلاک سازی اگر به این سخن قرآن ایمان نیاورند ما آنچه که روی زمین است زینت آن قرار دادی ایم تا آنها را بیازماییم که کدام یکشان بهتر عمل می کنند. و ما سرانجام آنچه که روی زمین است به خاکی هموار و بیگیاه تبدیل می کنیم. آیا گمان کردی که اصحاب که و رقیم از جمله نشانه های شگفت انگیز ما بوده اند؟ به یاد آنگاه که آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سوی خود رحمتی عطا کن و راه نجاتی برای من فراهم ساز پس ما پرده های خواب را در غار بر گوش هایشان زدیم و سالها در خواب فرو رفتند سپس آنها را برانگیختیم تا بدانیم کدام یک از آن دو گروه مدت ماندن خود را بهتر حساب کرده است ما داستان آنان را به حق برای تو بازگو می کنیم آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما بر هدایتشان افزودیم و ما دلهای آنها را محکم ساختیم هنگامی که قیام کردند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است و ما هرگز غیر از او معبودی نمی پرستیم اگر چنین کنیم سخنی گذاف و بیهوده گفته ایم این قوم ما معبودهایی جز خدا انتخاب کرده اند چرا دلیل آشکاری بر این معبودان نمی آورند؟ چه کسی ستم کار تر است از آن فردی که بر خدا دروغ ببندد و به آنها گفتیم هنگامی که از آنها و آنچه را جز خدا می پرستند کنار گیری کردید پس به قار پناه برید که پروردگارتان نعمتش را بر شما می و راه آسایش و نجات از این امر را برای شما فراهم می سازد. و خورشید را می دیدی که به هنگام طلوع به سمت راست قارشان متمایل می گردد و به هنگام غروب به سمت چپ و آنها در محل وسیعی از آن قار قرار داشتند این از آیات خداست هر کس را هدایت کند پس او هدایت یافته واقعی است و هر که را گمراه کند سرپرست و راه نمایی هرگز برای او نخواهی یافت و اگر به آنها نگاه می کردی می پنداشتی بیدارند در حالی که آنها خفته بودند و ما آنها را به سمت راست و چپ می گرداندیم و سگ آنها دست های خود را به حالت پاسبانی بردهانی غار گشوده بود اگر به آنها نگاه می کردی قطعا فرار می کردی و تو از آنها سخت می ترسیدی. و اینگونه ما آنها را از خواب برانگیختیم تا از یکدیگر سوال کنند یکی از آنها گفت چه مدت خوابیدید گفتند یک روز یا بخشی از یک روز گفتند پروردگارتان داناتر است که چقدر مانده اید پس اکنون یک نفر از خودتان را با این سکه ای که دارید به شهر بفرستید و باید بنگرد کدام یک از غذاها پاکیزه تر است پس روزی و تعامی از آن برای شما بیاورد و باید دقت کند و هیچ کس را از حال شما آگاه نسازد به درستی که اگر آنها بر شما دست یا بند سنگ می کنند یا شما را به آین خیش باز میگردانند و در آن صورت هرگز رستگار نخواهید شد و این چون این مردم را متوجه حال آنها کردیم تا بدانند که وعده خداوند حق است و آنکه در قیام قیامت شکی نیست هنگامی که مردم میان خود در این بار نزاع میکردند، پس گروهی گفتند بنایی بر آن بسازید پروردگارشان از آنها آگاه تر است برخی دیگر که قدرت به دست داشتند گفتند بر غار ایشان پرستشگاهی میسازیم. گروهی خواهند گفت آنها سه نفر بودند که چهارمین آنها سگشان بود و گروهی میگویند پنج نفر بودند که ششمین آنها سگشان بود همه اینها سخنانی بدون دلیل است و گروهی میگویند آنها هفت نفر بودند و هشتمین آنها سگشان بود بگو پروردگار من از تعداد آنها آگاه تر است جز گروه کمی تعداد آنها را نمی دانند پس در باری آنان گفتگوی مختصر و ساده داشته باش و از هیچ کس درباری آنها سوال مکن و هرگز درباری هیچ چیز نگو من فردا آن را انجام می دهم مگر اینکه خدا بخواهد و هرگاه فراموش کردی پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از این هدایت کند و آنها مدت 300 سال در غارشان درنگ کردند و نه سال نیز بر آن افزودند ای پیامبر بگو خداوند از مدت ماندنشان در غار آگاه تر است غیب آسمان و زمین از آن اوست چقدر بیناست و چقدر شنواست آنها هیچ ولی و سرپرستی جز او ندارند و او تعالی هیچ کس را در حکم خود شریک نمی کند و آنچه از کتاب پروردگارت به سوی تو وحی شده تلاوت کن هیچ کسی نمی تواند سخنان پروردگارت را دگرگون سازد و هرگز پناهگاهی جز او نمی آبی. و با کسانی باش که پروردگار خود را صبح گاهان و شام گاهان می و تنها وجه او را می طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمانت از آنها برمگیر و پیروی نکن از کسانی که دلهایشان را از یاد خود غافل ساخته ایم و هوای نفس خیش را پیروی کردند و کارهایشان از حد گذشته است ای پیامبر بگو این قرآن حق است از سوی پروردگارتان پس هر کس می خواهد ایمان بیاورد و هر کس می خواهد کافر گردد ما برای ستمکاران آتشی آماده کرده ایم که سرا پرده اش آنان را از هر طرف احاطه کرده است و اگر تقاضای آب کنند آبی همچون فلز گداخته که صورتها را بریان می کند برای آنان می آورند. چه بد نوشیدنی و چه بد آرامگاهی است به درستی کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند همانا ما پاداش نیکوکاران را زایع نخواهیم کرد آنها کسانی هستند که بهشت های جاویدان از آن ایشان است بهشت هایی که نهرها از زیر کاخ ها و درختان آنجاری است در آنجا با دست بند هایی از طلا آراسته می شوند و لباس های فاخر سبز رنگ از حریر نازک و زخیم در بر می کنند در حالی که بر تخت ها تکیه زده اند چه پاداش خوبی و چه منزل نیگو و خوبی است و ای پیامبر برای آنها مثالی بزن مثال آن دو مرد که برای یکی از آنها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گردا گرد آن دو باغ را با درختان نخل پوشاندیم و در میان آن زراعت قرار دادیم هر دو باغ میوه آورده بود میبه های بسیار و چیزی فرو گذار نکرده بود و میان آن دو باغ نهر بزرگی جاری ساخته بودیم صاحب این دو باغ میبه های بسیار و درآمد فراوانی داشت پس به همین خاطر با دوستش در حالی که با او گفتگو می کرد گفت من از لحاظ ثروت از تو بیشترم و از لحاظ نفرات نیرومندترم و در حالی که به خود ستم کار بود در باغ خیش داخل شد و گفت من باور نمی کنم هرگز این باغ نابود شود و باور نمی کنم که قیامت برپا گردد و اگر به سوی پروردگارم باز گردانده شوم قطعا جایگاهی بهتر از این خواهم یافت دوست وی در حالی که با او گفتگو می کرد به او گفت آیا به آن کسی که تو را از خاک سپس از نطفه آفرید آنگاه تو را مردی کامل قرار داد کافر شدی؟ لیکن من می گویم الله پروردگار من است و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمی دهم. چرا هنگامی که به باغ خیش وارد شدی نگفتی ماشاءالله نیرو و قوتی جز از ناحیه خدا نیست اگر مرا از نظر مال و فرزند کمتر از خود ببینی پس امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد و بر باغ تو آفتی از آسمان فرو فرستد تا به زمینی بیگیاه گیاه لغزنده ای تبدیل گردد یا آب آن در عمق زمین فرو رفته تا هرگز نتوانی آن را به دست آوری سرانجام عذاب الهی فرا رسید و تمام میبه هایش را در بر گرفت و نابود شد و او به خاطر هزینه هایی که صرف آن کرده بود پیوسته دست هایش را به هم میمالید در حالی که دار بست های آن فرو ریخته بود و می گفت ای کاش کسی را شریک پروردگارم قرار نداده بودم و او را گروهی نبود که در برابر خداوند یاریش کنند و نتوانست که خود را یاری کند در آنجا ثابت گردید که یاری و کمک از آن خداوند برحق است اوست که بهترین پاداش و بهترین عاقبت را دارد ای پیامبر برای آنان مثل زندگی دنیا را بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان فرو فرستادیم سپس گیاهان زمین با آن در هم آمیخت سپس خشک گردید و بادها آن را به هر سو پراکنده اش کردند و خداوند بر همه چیز تواناست مال و فرزندان زینت زندگی دنیاست و کارهای مندگار شایسته نزد پروردگارت بهترین سواب دارد و بهترین امید است و به یاد آور روزی که کوه ها را به حرکت درآوریم و زمین را آشکار و صاف میبینی همگان را گرد می آوریم و اهدی از آنان را فرو نمی گذاریم و ایشان به صف بر پروردگارت عرضه می شوند و به آنها می فرماید همگی نزد ما آمدید همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم بلکه شما گمان می کردید ما هرگز موعدی برای شما قرار نخواهیم داد و کتاب نامه اعمال در آنجا گذارده می شود پس گناهکاران را می بینی که از آنچه در آن است ترسانند و می گویند ای وای بر ما این چه کتابی است که هیچ عملی کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگر اینکه آن را به شما آورده است و آنچه را انجام داده اند حاضر یابند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند و ای پیام بر برایشان بیان کن زمانی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید پس سجده کردند به جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید آیا او و فرزندانش به جای من دوستان خود می گیرید در حالی که آنها دشمن شما هستند ستمکاران چه جایگزین بدی دارند من آنان را به هنگام آفرینش آسمان ها و زمین و نه به هنگام آفرینش خودشان حاضر نکردم و من هیچ وقت گمراه کنندگان را دستیار و مددکار خود قرار نمی دهم و یاد بیاورید روزی را که خداوند میفرماید شریک هایی را که برای من میپنداشتید بخوانید پس آنها را بخوانند ولی اجابتشان نکنند و ما در میان این دو گروه هلاکتگاهی قرار داده ایم و گناهکاران آتش دوزخ را می بینند پس یقین می کنند که در آن خواهند افتاد و از آن هیچ راه گریزی نیابند و به راستی در این قرآن هر گونه مثلی برای مردم بیان کرده این ولی انسان بیش از هر چیز به مجادله می پردازد و چیزی مردم را باز نداشت از اینکه وقتی هدایت به سویشان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان طلب آمرزش کنند جز اینکه میخواستند سرنوشت پیشینیان برای آنان بیاید یا عذاب در برابرشان قرار گیرد و ما پیام بران را جز بشارت دهنده و هشدار دهنده نمی فرستیم و کسانی که کافر شدند همواره به باطل مجادله می کنند تا به وسیله آن حق را از میان بردارند و آیات و نشانه های من و آنچه به آن بیم داده شده اند به باد مسخره گرفتند و چه کسی ستم کار تر از آن کسی است که به آیات پروردگارش پند داده شود سپس از آن روی گرداند و آنچه چرا با دستهای های خود پیش فرستاد فراموش کرد ما بر دل های آنان پرده های افکندیم تا نفهمند و در گوش هایشان سنگینی قرار داده ایم و اگر آنها را به سوی هدایت بخوانی پس هرگز هدایت نمی شوند. و پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است اگر به خاطر آنچه مرتکب شده اند، آنها را معاخزه می کرد قطعا هرچه زود تر عذاب را برای آنها می فرستاد. ولی برای آنها موعدی است که هرگز از آن راه فراری نخواهند داشت و این شهرها و آبادیها هنگامی که ستم کردند هلاکشان نمودیم و برای هلاکتشان موعدی قرار دادیم و بیاد بیاور هنگامی را که موسا به جوان خدمتکار خود گفت من دست از جستجو بر نمی دارم تا به محل برخورد دو دریا برسم هرچند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم پس چون به محل برخورد دو دریا رسیدند ماهی خود را فراموش کردند و ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت پس هنگامی که از آنجا گذشتند موسا به جوان خدمتکار خود گفت غذایمان من را بیاور که سخت از این سفر من خسته شده این گفت به یاد داری هنگامی که برای استراحت به کنار آن تخت سنگ پناه بردیم من در آنجا ماهی را فراموش کردم و جز شیطان کسی آن را از یاد من نبرد تا به یادش باشم و ماهی به طرز شگفت آوری راه خود را در دریا پیش گرفت موسا گفت آن همان چیزی بود که ما میخواستیم پس جستجو کنان از همان راه باز گشتند پس در آنجا بنده ای از بندگانم را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم موسا به او گفت آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو آموخته شده و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی؟ خزر گفت تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی و چگونه می توانی بر چیزی که به آن آگاه نیستی شکیبا باشی؟ موسا گفت به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نکنم خزر گفت پس اگر همراهی مرا نمودی از هیچ چیز مپرس تا آنکه خودم در باری آن برای تو سخن بگویم پس آن دو به راه افتادند تا آنکه سوار کشتی شدند خزر کشتی را سوراخ کرد موسی گفت آیا آن را سوراخ کردی تا سرنشینان آن را غرق کنی؟ راستی چه کار بدی انجام دادی؟ خزر گفت آیا نگفتم تو هرگز نمی توانی با من شکی کنی؟ موسا گفت به خاطر آنچه فراموش کردم مرا معاخذ مکن و از این کارم بر من سخت مگیر پس به راه خود ادامه دادند تا هنگامی که به نوجوانی برخوردند پس خزر او را کشت موسا گفت آیا انسان پاکی را بدون آنکه کسی را کشته باشد کشتی؟ به راستی کار زشتی انجام دادی